این هفته چطور در هنگ کنگ قایم شیم؟ پارچه رو با باکتری رنگ کنیم و لباس جلبکی بپوشیم. بیش از 4 ماهه که اعتراضات مردمی در هنگ کنگ ادامه داره. شروع ماجرا مخالفت با طرحی بود که میگفت میشه افراد مقیم هنگ کنگ رو برای محاکمه به چین فرستاد. این طرح پس از اعتراضهای گسترده منتفی شد، اما مردم معترض به خونه برنگشتند و خواسته های جدیدی مطرح کردند، از جمله آزادی های دموکراتیک و تحقیق در مورد رفتار پلیس که معتقدند خشن بوده. تصویر اعتراض هنگ کنگی ها رو مردم همه جای دنیا دیدند. روزی نبود که فیلمی از اعتراض گروه های بسیار منسجم مردم روی اینترنت بارگذاری نشه، از فرودگاه گرفته تا خیابون و حتی مجلس، بدون این که مشخص باشه رهبر اعتراضات کیه. و این نکته‌ایه که اعتراض‌های اخیر رو با حرکت موسوم به انقلاب چترها در سال 2014 متفاوت می‌کنه. اون حرکت هم دموکراسی خواه بود، اما افراد مشخصی سازماندهش می‌کردن که حکومت دستگیرشون کرد. این بار مردم سعی می‌کنن از پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده برای سازماندهی استفاده کنند تا هویتشون شناسایی نشه و مکالماتشون دست پلیس نیفته. چین در زمینه تشخیص چهره و شنود و فناوری هوش مصنوعی در دنیا پیشروه. بنابراین غیر ممکن نیست راههایی پیدا کرده باشن که پیام رسان‌ها رو هم کنترل کنند. دنی وینسنت رفته به هنگ کنگ تا با 2 نفر از معترضانی که میخوان بدون این که هویتشون شناسایی بشه اعتراضات رو سازماندهی کنند صحبت کنه. معترضا یک چراغ برق رو از جا در میارن و باز میکنن. مسئولان هنگ کنگی میگن از این ابزار برای بررسی آب و هوا و آلودگی و ترافیک استفاده میکنن، ولی معترضها معتقد بودن نیت بدتری پشت این تیرهاست. معتقدن یه دوربین تشخیص چهره روشون نصب شده که مردم معترض رو شناسایی کنن، به همین خاطر بریدنش که ببینن توش چیه، و گفتن تراشه های کامپیوتری پیدا کردن که ساخته یه شرکت مرتبط با شنود در چینه. مردمی که اون تیر رو بریدن و دوربین رو درآوردن میفهمن که این سیستم برای نظاره کردن و کنترل مردمه، ولی احتمالاً همه فناوری پشت این دستگاه رو نمیشناسن. یکی دیگه از راه‌های نسبتاً ساده‌ای که معترض‌ها برای مختل کردن کنترل پلیس پیدا کردن استفاده از لیزره. دلیل اینکه از لیزر استفاده میکنن اینه که اگر دقیقاً رو به دوربین گرفته بشه حسگر دوربین رو کمی مختل میکنه و همون باعث میشه یکم وقت بیشتر داشته باشیم. ممکنه کار اون پلیسی رو که دنبال ماست کمی سخت کنه. هنگ کنگ ماهاست ناآرومه، ولی اینطور نبوده که افراد مشخصی اعتراض‌ها رو سازماندهی کنن. 10,000 نفر آنلاین اعتراض‌ها رو برنامه‌ریزی کردن و 10,000 نفر به خیابون اومدن. بخش اعظم سازماندهی در گروه‌های اینترنتی و با پیام رسان‌هایی مثل تلگرام انجام شده. با یکی از معترض‌ها که متخصص کامپیوتره در همین باره صحبت کردیم. قرار شد تونی صداش کنیم. تونی در چندین گروه مختلف تلگرامی که اعتراض‌ها را سازماندهی می‌کنند عضوه. بعضی از این گروه‌ها 10,000 عضو دارند. دفعه قبل که تظاهرات به این بزرگی تو هنگ کنگ داشتیم، انقلاب چتر و جنبش اشغال بود. اون جنبش رهبر داشت، دولت هم بعد اعتراض‌ها رفت سراغشون. در نتیجه این بار مردم فهمیدن اگه میخوان در جنبش شرکت کنن، بهتر هویتشون معلوم نشه. بدون تلگرام نمیدونم توده‌های مردم چجوری میتونستن سازماندهی مؤثر داشته باشن و در این حال آسوده باشن که پلیس سراغشون نمیره و محاکمه‌شون نمی‌کنه. بعضی‌ها برای اینکه رد پای دیجیتالشون دیده نشه کارهای خیلی جدی‌تری می‌کنن. نمونه‌اش الکس. گوشی من یه سامسونگ معمولیه با سیستم عامل اندروید.
ولی امنیتش در حد گوشی‌های نظامیه. در حقیقت یه سیستم عامل ثانوی داره که پشت اندروید اولیه کار میکنه. در واقع دو سیستم مجزاست. برای اینکه به اندروید دوم برسی باید مقدار زیادی پسورد بزنی. گفتم امنیتش در حد گوشی‌های نظامیه. پلیس به این راحتی‌ها نمیتونه ردم رو بگیره. الکس معتقد دستگاه‌های مسئول هم دارن هر روز پیشرفته‌تر میشن. خیلی از معترضهای هنگ کنگی معتقدن همین پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام هم نقطه ضعفی داره که دولت میتونه ازش استفاده کنه و ارتباط رو با وجود رمزگذاری ببینه. فکر میکنم دولت همه شماره تلفن‌های هنگ کنگ رو توی تلگرام یا حساب پلیس در تلگرام وارد کرده که بفهمه دقیقاً کی در فلان بحث یا در فلان درگیری شرکت داشته. تلگرام میگه این ایراد رفع شده. رفع شده باشه یا نه، مردم دارن شیوه‌های جدیدی برای ارتباط پیدا میکنن. از جمله از ایردراپ در آیفون و اپلیکیشن بریج فای که هر دو با بلوتوث کار میکنن. بریج فای از شبکه پیر تو پیر یا همتا به همتا استفاده میکنه و اصلا نیازی به اینترنت نداره، ولی حتی این اپلیکیشن هم ممکنه 100% امن نباشه. گاهی تنها راه مطمئن ارتباط رو در رو و حضوریه. اگه اینترنت خوب نباشه و نشه از تلفن هامون استفاده کنی، بهترین گزینه اینه که وارد گود شی. میشه گفت این جنبش به نوعی جنگ اطلاعاتی بین معترضان و پلیس بدل شده. معترض ها از جاهایی که پلیس ها مستقر شدن عکس میگیرن و اطلاعات رو آنلاین منتشر میکنن. الان بیش از 4 ماهه که اعتراض ها ادامه داره و به نظر نمیرسه به این زودی ها تموم بشه. این هفته توییتر اعتراف کرد که به تبلیغ کنندگان اجازه داده اطلاعات شخصی که افراد برای امنیت حسابشون دادن رو ببینن. این شرکت میگه که به این مشکل رسیدگی کرده، اما نمیگه چند کاربر هدف قرار گرفتن. پس از فشارهای زیاد چین، اپل بالاخره یک اپ تولید شده برای اعتراضات هنگ کنگ رو از اپ استور حذف کرد. برنامه جمع سپاری HK Live گشت‌های پلیس و استفاده از گاز اشکاور در ناآرامی‌های سیاسی در این منطقه رو ردیابی می‌کنه. و مغزهای متفکر پشت باتری لیتیومیون بیش از 30 سال پس از ماندگاری تجاری این باتری‌ها برنده جایزه نوبل شیمی شدند. فناوری باتری که توسط جان بیگودیناف، ام استنلی ویتینگهام و آکیرو یوشینو خلق شد، امروز انرژی لازم برای بسیاری از دستگاه‌های برقی رو تأمین می‌کنه. از گوشی‌های همراه و لپ‌تاپ گرفته تا خودروهای برقی. یک شهر مجازی به دانشمندان آمریکایی کمک میکنه تا بفهمند مغز انسان چطور مکانها رو درک میکنه. مطالعات روی شهر نیورال ویل نشون میده در حالی که بخشی از مغز مکانی رو میشناسه، بخش دیگه مغز محلش رو نقشه بندی میکنه. یافته‌ای که میتونه کمک کنه خودروهای خودران بهتری ساخته بشه. باشگاه حرفه‌ای مسابقات جهانی پهپاد درون ریسینگ لیگ از اولین هواپیمای بدون سرنشین خودرانش با 4 دوربین، 4 پروانه و 1 پردازنده انویدیا رونمایی کرد. برنامه‌نویسا قراره هوش مصنوعی پهپاد رو برای رویارویی با یک خلبان انسانی آماده کنند. و در پایان استارتاپ اسرائیلی استیک کش شده آلف فارمز به گروهی پیوسته که میخوان به فضا نبردها در ایستگاه فضایی بین المللی کمک کنند تا اولین گوشت گاو فضایی رو در فضای 400 کیلومتری از زمین کشت بدن. این گوشت البته هنوز برای مصرف انسان آماده نیست. و حالا وقتشه بریم سراغ بازی لژند آف زلدا که علیرضا واسفی بررسیش کرده. این هم یه نسخه دیگه از زلدا، یه بازی شاد کودکانه، پر از پازل. سبک بازیش اکشن ماجراجویان است. خیلی هم سعی شده هم از زد و خورد و هم از پازل و معما جذابیت هایی درست کنه که مشتری هاشو سرگرم. داستان از این قراره که لینک، همین استادی که تو تصویر میبینید، از خواب بیدار میشه و نمیدونه کجاست. باید بگرده توی این جزیره که لینک یه سری وسایل جادویی پیدا کنه که بشه ماهی پرنده رو بیدار کنه تا باهاش برگرده خونش. سیاه‌چال‌های مختلفی رو طراحی کردن که قسمت سخت بازیه. در شرایط خاصی هم میتونید سیاه‌چال‌های خودتون رو طراحی کنید و جایزه خاصی ازش بگیرید.
خیلی گول قیافه گوگول مگولی این شوالیه سبز رو نخورید. خیلی از نبردهاش عرقتون رو در میاره. غیر از قیافه هزار رنگ بازی لجند آف زلدا، موسیقی شادی هم داره، حتی وقتی که سکانس های هولناکی رو باید بگذرونید. صداها و افکت های جانبی مثل شمشیر و تق و توق های بازی هم مناسب و همخون با محیط و شرایط بازی طراحی شدن. به نظر من اینکه این بازی روی کنسول موبایل باید بازی بشه خیلی خوب طراحی شده، یعنی شلوغ نبودن صفحه، روشن بودن و رنگ های شاد تصویر، مکالمه های صامت و کوچیک بودن سکانس ها کمک میکنه که بشه هر وقت بیکار میشی توی هر جایی که هستی یه دقیقه بازی کنی و حالشو ببری. اما امان از این همه زیرنویس و حرف که باید تق و تق و تق یکی یکیشون رو رد کنید. پول نکنید اما قیمتش حدود 60 دلاره. گرونتر از خیلی از بازی های بزرگ پی سی و اکس باکس و پی اس فور. چند وقت پیش هفته مدل لندن بود با همون زرق و برق همیشگیش. بزرگترین طراحان دنیا جمع شده بودند که تازه ترین طرحاشون رو به نمایش بگذارن و به نوعی مسیر مد سال پیش رو تعیین کنند. در همین حال فعالان محیط زیستی هم جمع شده بودند که به مردم یادآوری کنند این مدهای رنگ و رنگ هر ساله چه هزینه‌ای برای جهان داره. هر سال حدود 80 میلیارد تکه لباس در دنیا تولید میشه و بخش قابل توجهی از این لباس‌ها به فاصله نه چندان زیادی بعد از خرید دور ریخته میشن. هزینه واقعی تغییر سریع مد تازه داره معلوم میشه. صنعت لباس یکی از آلاینده ترین صنایع دنیاست، در حد آلاینده ترین صنایع دنیا مثل نفت و کشاورزی، و بخش بزرگی از تولید دیوکسید کربن در صنعت لباس به خاطر تولید کتانه. تقریبا نیمی از همه لباس‌ها کتان داره. لارا لوینگتون رفته به سوئد و از طرحی گزارش تهیه کرده که اگه اجرایی بشه میشه از لباس‌های کتانی چند بار استفاده کرد. از مزارع پنبه تا فروشگاه‌های لباس، برای تولید 1 کیلو کتان 20,000 لیتر آب مصرف میشه. برای اینکه بهتر متوجه بشین یعنی چی، این مقدار کتان برای دوختن یه تیشرت و یه شلوار جین کافیه. به همین خاطره که کاری که اینجا میکنن مهمه. توی این کارخونه نساجی سوئد همون مقدار پارچه رو با 1/5 اون مقدار آب تولید میکنن. انرژی کارخونه از باد و آب تأمین میشه. پنبه در فرایندی که از نظر اقلیمی مثبته به یک ویسکوز تبدیل میکنن. این بقچه ها پر پارچه دنیمه، در واقع پارچه شلوار جینه که قراره دوخته بشه. ترچیزاتشون جوریه که تکه های فلزی یا حتی نخهای دوخت رو از پارچه جدا میکنه، در واقع هر چیز غیر کتان رو جدا میکنه، ولی این محموله قبلا تمیز شده و چیزی نداره که لازم باشه جدا بشه. اول یه فرایند شیمیایی روی پارچه انجام میدن که ضرر محیط زیستی نداره، بعد هم پارچه رو بیرنگ میکنن. اگر رنگی به پارچه مونده باشه با بلیچ بدون کلورین پاکش میکنن. بعد خمیر رنگ زدایی شده رو با فشار آب میفرستن مرحله بعد که خشک بشه. نتیجه نهایی مثل یه بوم سفید میمونه که فروخته میشه به تولیدی های لباس. این محصول نهاییه، یه ورقه که بهش میگن سرکولوز، یه جور خمیر حل شونده. اینو میفروشن به ریسنده که ازش نخ تولید کنه. نخی که تولید میشه شبیه نخ کتانه. در مرحله آخر هم که با اون پارچه درست میکنن. جنسش خوبه، ولی خاصیت مهمش اینه که ویسکوزه و 5-6 بار میشه بازیافتش کرد. لباس در واقع نمونه آزمایشی همین طرح بود که چند سال پیش توی هفته مد لندن عرضه کردند. این سال 2014 بود. بعد از 4 سال تأسیساتشون آماده بهره برداری شد. We can produce 7000 tons per year annually. ما میتونیم هر سال تا 7000 تن از این خمیر تولید کنیم. یعنی معادل حدود 30 میلیون تیشرت. ما اولین شرکتی هستیم که این کار رو در مقیاس صنعتی میکنیم. اگه بحث فقط در حد چند کیلو باشه فایده نداره.
با کیلو نمیشه چیزی رو عوض کرد، ولی با هزاران تن میشه، چون دنیا میبینه که این شیوه واقعا کار میکنه. ولی مسئله اینه که مواد اولیه صرفاً یه بخش مشکله. همین پارچه دنیم از آمریکا اومده و برای انتقالش دیوکسید کربن تولید شده. هرچند اگه ابعاد کار بزرگتر بشه، شبیه این کارخونه جاهای دیگه هم ساخته میشه و این مشکل کمتر میشه. نکته دیگه نیروی کاره. اون چی میشه؟ طبعاً بری نیوسل ربطی پیدا نمیکنه، ولی به هر حال بخشی از ماجراست که باید در نظر گرفته بشه. علل حساب ریورس فروشی معروف H&M که از سرمایه گذارهای این شرکت قرار به زودی لباسهای تولید شده از این فرایند رو در مغازش عرضه کنه. ولی آرزوی بزرگ صاحبان این شرکت اینه که تا سال 2030 همه مواد خام صنعت لباس از مواد بازیافتی یا موادی که تولیدشون برای طبیعت پایدار تولید شده باشه. الان چنین چیزی به نظر دست نیافتنی میاد، ولی تردیدی نیست که روندها و نگاه‌ها داره عوض میشه. لارا بود از سوئد. شک نیست که بازیافت مواد اولیه آینده صنعت مد و فشن رو تشکیل میده، اما تا به اونجا برسیم نگاهی به این بندازید. این تیشرت ظاهرش کاملا شبیه یک تیشرت نخیه، اما جنسش متفاوته. این از خمیر چوب و جلبک ساخته شده، چاپ روش که 100% جلبکه و جنس پارچش هم از الیاف گیاهی و جلبکه. فقط دستور عمل نگهداریش مقدار فرق داره، اونم اینه که باید تو جای خنک نگهداری بشه و این قسمت جلبکش هم نباید اتو کرد. انصافاً راحت هم هست و البته اگه نخوایدش و عمرش تموم بشه لازم نیست بندازیدش دور. خاکش میکنید، 3 ماه تجزیه میشه. در صنعت لباس چیزی که حتی از کشت پنبه هم برای محیط زیست مضرتره رنگ کردن پارچه است. هر سال حدود 2000 میلیارد لیتر آب صرف رنگرزی پارچه میشه. بعد هم آب پسماند رها میشه در رودخانه ها. نتیجه اینکه میلیون ها نفر به آب پاک دسترسی ندارند، انبوهی از جانوران آبزی میمیرند و آلودگی نهایتاً با رود به دریا میریزه. باورتون نمیشه، ولی رنگ کردن هر 1 کیلو کتان حدود 150 لیتر آب نیاز داره. اما آزمایشگاه‌هایی در لندن هست که 1 کیلو پارچه ابریشمی رو با فقط 200 میلی لیتر آب رنگ می‌کنه. مریم کیانی رفته ببینه رمز و راز کارشون چیه. تو این آزمایشگاه یه دانشمند فشنی هست که برای رنگرزیش از ظروف آزمایشگاهی استفاده می‌کنه تا در این روند محیط زیست کمتر آسیب ببینه. بوی لبو میده یا زمین داغی که تازه روش بارون اومده، اما این باکتریا قرار مشکل آلودگی محیط زیست توسط صنعت مد رو حل کنن. این طرح‌های زیبا همه با فعالیت باکتری‌ها ایجاد شدن بدون نیاز به مواد شیمیایی. چی شد فکر کردین پارچه رو با باکتری رنگ کنین؟ وقتی دانشجوی رشته آینده مواد در سنترال سنت مارتینز بودم، پروفسور جانوار رو دیدم از دانشگاه UCL. ایشون به من گفت یه باکتری داریم به اسم استرپتومیس کولیکاله. بسته به اینکه چطور کشت بشه، کجا کشت بشه، خاصیت قلیایی محیطش چقدر باشه، میشه سرمه‌ای یا صورتی روشنش رو تولید کرد. ما هم از همه این متغیرها به عنوان ابزار طراحی استفاده می‌کنیم که طرح و رنگ پارچه رو تغییر بدیم. این باکتری وقتی در مقدار کمی محلول قند تخمیر میشه، رنگدانه هایی تولید میکنه که با رشد این میکروارگانیسم ها مستقیما روی پارچه منتقل میشن. ناتسای شرایط محیطی رو تغییر میده تا رنگ های مختلف بسازه، شبیه کاری که با مخمر در تولید آبجو میکنن. من به تحولات فناوری خیلی علاقه‌مندم، به اینکه چطور ما انسان ها محیطمون رو طراحی میکنیم و میسازیم، به خصوص حالا که تغییرات اقلیمی مهم شده و باید حواسمون به منشأ موادی که استفاده می‌کنیم و تأثیری که بر محیط زیست می‌گذارن هم باشه. این فرایند انقدر آسونه که حتی منم دست به کار شدم و برای خودم یه تمدن میکروسکوپی ساختم. خیلی لذت بخشه. اینم اثر شما. اوه، نگاه کن. بفرمایی، اینم اولین، بعد چی بگم؟ اولین تمدن باکتریایی من؟ فرهنگ در مقیاس سلولی. حالا این رو حدود 1 هفته میذاریم تخمیر شه.
فرایند کند و باتومنینه‌ایه. حدود یک هفته طول میکشه تا باکتری ها پارچه ساده رو تبدیل به یه تصویر رنگ و رنگ زیبا بکنن. و کار هم میکنه، البته در مقیاس کوچیک. به نظرم چالش اصلی اینه که فرایند رو از مقیاس آزمایشگاهی به فرایندهای در مقیاس انبوه بدل کنیم. اون هم به نحوی که هم کارایی داشته باشه هم مقرون به صرفه باشه. با این شیوه هم میشه طرح‌های منحصر به فرد ارگانیک خلق کرد، هم پارچه‌های تک رنگ. سوال اینه که آیا این میکروارگانیسم‌های ریز میتونن در مقیاس صنعتی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بذارن؟ من خودم طرفدار کنکاش و کارهای خلاقانم. به نظرم ضروری و حیاتیه. ولی در کنارش باید رفتارها هم تغییر کنه. آیا واقعا لازمه انقدر که الان مصرف میکنیم مصرف کنیم؟ احتمالاً نه. بنابراین معتقدم باید رویکرد دو جانبه ای داشته باشیم. حداقل خاصیت این شیوه اینه که ممکنه باعث بشه اهالی صنعت مد و لباس یک کمی خاکی تر بشن. اینم از گزارش مریم. اما سری بزنیم به کالج مد لندن که محل برگزاری یک شو عجیبه. گزارشی از اسپنسر کلی. I'm looking at three identical. سه تا خانم عین هم جلو من که فقط لباس‌هاشون با هم فرق داره. واقعا انگار توی همین اتاق جلو من. این که به چشممه عینک واقعیت ترکیبی ماجیک لیپه. تصویرهای کامپیوتری رو میندازه روی دنیای واقعی. کالج مد لندن میخواسته امتحان کنه ببینه اگه یه روز بخوایم از واقعیت ترکیبی استفاده کنیم که خرید آنلاین بیشتر شبیه خرید از فروشگاه بشه چه جوری میشه. این اپلیکیشن نتیجه تلاششونه. حقیقتاً خیلی بهتر از اینه که روی وبسایت عکس لباس‌ها رو نگاه کنی. کاملاً حس می‌کنی که جنس و کیفیت لباس چطوره و چه جوری به تن وای میسته. مردم حدود 60% لباس‌هایی رو که آنلاین می‌خرن پس میدن. در نتیجه اگه امکانی باشه که لباس رو پیش از اینکه بپوشی به طور مجازی به تنت ببینی، تجربه خرید خیلی بهتر میشه. This could certainly be a better way of shopping for clothes. تجربه خرید آنلاین رو که قطعاً بهتر می‌کنه. فقط اگه به جای صورت مارتینا، صورت خودم بود بهتر بود. به همین خاطر روشن‌ترین و تنگ‌ترین لباس‌هام رو پوشیدم که انحناهای بدنم رو با یه گوشی اسکن کنن. قبلا در عالم مد ثبت کردن محتوای سه‌بعدی کار فوق‌العاده سختی بود. باید ساعت‌ها جلوی یک کامپیوتر مدلینگ سه‌بعدی می‌کردیم. یا اینکه با هزینه خیلی بالا و دوربین‌های خاص همین کار را انجام می‌دادیم. ولی الان داریم به سمتی می‌ریم که بشه آواتار نسبتاً قابل قبول شخص رو با یک گوشی هوشمند گرفت. البته همچنان باید چند دقیقه کاملاً ثابت بایستی. من تمام مدت یاد مادرم بودم که میگفت آبی و سبز اصلاً به هم نمیاد. خلاصه بعد از چند ساعت پردازش آنلاین بالاخره تصویرم حاضر شد. با همین روش میشه لباس‌ها رو هم سه‌بعدی کرد. هدف اینه که تولیدی‌های لباس همه لباس‌هاشون رو با سایزهای مختلف اسکن کنن که من خریدار بتونم هر کدوم رو روی بدل سه‌بعدیم امتحان کنم. اما گروهی که این اپلیکیشن رو ساخته معتقد محصولشون خیلی جاهای دیگه غیر از خرید آنلاین هم به کار میاد. در واقع دارن برای دورانی آماده میشن که همه آدم‌ها در دنیای دیجیتال حضور خواهند داشت و خب طبعاً دوست دارن وقتی آواتارهاشون با هم روبرو میشن خوش تیپ و خوش لباس باشن. و به جز بازاری که ممکنه برای این لباس‌های 100% مجازی پیدا بشه، ممکنه یه روز به جایی برسیم که روی لباس واقعیمون در دنیای واقعی هم یه لایه دیجیتال اضافه کنیم. ما تردید نداریم اون چیزی که بهش میگن ابر واقعیت افسوده یه موقع فراگیر میشه. یعنی یه لایه دیجیتال که به دنیای واقعی اضافه میشه و در موقعیت‌های مختلف به کار میاد. یکی از کاربردهاش هم میتونه مد باشه. قطعاً لباس دیجیتال تولید میشه و قطعاً با گوشی‌های هوشمندی که حسگرهای تشخیص عمق داشته باشن و خطوط بدن رو با دقت بیشتر تشخیص بدن، میشه اون لباس‌های دیجیتال رو روی لباس‌هایی که الان میپوشیم انداخت. به نظرم کاملاً واقع‌گرایانه است و یک روز واقعیت پیدا می‌کنه.
به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت هم ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.